درود میگم به همه بینندگان فارسی زبان در سراسر گیتی که هر هفته با ما همراه هستن و بیننده برنامه های جنبش رنسانس ایرانی هستن. و همینطور درود به خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس عبدورا که امشب هم دعوت ما رو پذیرفتند و با ما همراه هستن. آرتمیس جان خوش آمد. درود بر شما بانو افسانه گرامی و درود بر همه بینندگان و شنوندگان این برنامه و همه به ویژه بانوان ایرانی که معمولاً برنامه های ما یه مقداریشون مربوط به مسائلی است که بانوان ایرانی معمولاً درگیرش هستن. کاملا درست. جستار امشب در رابطه با شاخص‌های برابری جنسیتی و توسعه اجتماعی در ایران هست. در خدمت شما. خواهش میکنم افسان جان. به طور کلی اول ما باید بدونیم که خب توسعه اجتماعی چیه؟ ما به چی میگیم توسعه اجتماعی؟ معمولا یکی از ابعاد میشه گفت پروسه توسعه اجتماعیه. حالا خود توسعه چیه؟ خود توسعه در واقع یک پیش برد یا ارتقا یا افزایش تسهیلات و خدمات زیربنایی در اجتماع که مثلا شامل آموزش میشه، شامل بهداشت میشه، شامل مثلا حمل و نقل میشه یا ارتباطات یا تغذیه و امثال هم. خود این توسعه اجتماعی سبب چی میشه؟ سبب ایجاد یک پارچگی میشه و انسجام در واقع انسجام اجتماعی میشه و کیفیت زندگی مردم رو ارتقا میده و به ویژه خب بعد از اینکه زندگی افراد ارتقا پیدا میکنه خودشون و شخصیتشون و از نظر انسانی هم خودشون شروع میکنن به ارتقا پیدا کردن. فاکتورهایی که گفتیم درباره توسعه اجتماعی اهمیت داره، گفتیم نخستینش خب آموزشه و اون چیزی که در بحث آموزش مهم هست دسترسی به آموزش و در واقع اون پوشش تحصیلی و کارایی آموزشی و پرورشی است که افراد باید داشته باشه برشون جامعه برشون انجام بده و شاخصهایی مثلا مربوط به کیفیت معلمان، مدیران آموزشی، آموزگاران، شاخصهایی که سواد آموزی رو در جامعه نشون میده و شاخص آموزش عالی یا به اصطلاح تحصیلات تکمیلی. دومین فاکتور از فاکتورهای در واقع توسعه اجتماعی بهداشته. همونطوری که من گفتم بهداشت معمولا جزء یکی از مهمترین میشه گفت عواملی است که مطرح هست در یک توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت سلامتی رو میتونه شامل بشه. مراقبت‌های اولیه بهداشتی رو مثلا شامل میشه، امید به زندگی رو افزایش میده و چون زنان معمولا آسیب پذیرتر از مردان هستن برای همینم متناسب در واقع میشه گفت با امکاناتی که در اختیار زنان قرار میگیره باید دسترسی زنان رو به اطلاعات، مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی افزایش داد و آموزش‌های برای مراقبت‌های پیشگیری از بیماری‌ها بهشون یاد داد و اینها از مهمترین چیزهایی است که برای زنان در امر بهداشت به هر حال در اولویته. از شاخص‌های بهداشتی، از مهمترین شاخص‌های بهداشتی در واقع چند فاکتور خیلی مهم داره، 11-12 فاکتور مهم داره خدمات بهداشتی که اولینش میزان مرگ و میر زیر 5 ساله. جوامعی که توسعه یافته ترن مرگ و میر بچه های زیر 5 سال در اونها خب خیلی کمتره. دوم این امید به زندگی در زمان تولد. مثلا الان در جهان میگن افرادی که در سال 2000 به بعد به دنیا میان خب امید به زندگی براشون 100 سال در نظر گرفته میشه. هرچی که امید به زندگی در یک جامعه بیشتر باشه یعنی که اون جامعه توسعه یافته تره. امید زندگی زنان نسبت به مردان از عوامل دیگه‌ایه که تو به اصطلاح
فاکتور بهداشتی یا توسعه اجتماعی بهداشتی همیشه مد نظر قرار میگیره، برای اینکه به طور کلی زنان میزان مرگ و میرشون کمتر از مردان، یکی به خاطر اینکه خب در جنگ ها و درگیری ها و نزاع ها و اینها کمتر شرکت میکنن بانوان، و دوم هم اینکه بیشتر از مردان معمولا مراقب بهداشت و سلامت خودشون هستن، تغذیه شون مثلا وزنشون، ورزش کردنشون و این چیزها رو بیشتر رعایت میکنن. چهارمین عاملی که توسعه اجتماعی رو از نظر بهداشتی نشون میده نسبت نرخ مرگ و میر در واقع زنان به مردانه، که گفتم اونم باز در زنان همیشه نرخ مرگ و میر کمتر از مردانه. عامل بعدی دیگه میزان کل باروریه در یک جامعه. هرچی که جامعه توسعه یافته تره میزان باروری میاد پایین و تعداد بچه ها در اون جوامع کمتر میشه. برای همینم شما مثلا در کشورهای آفریقایی یا بسیار از کشورهای اسلامی که خیلی عقب مانده هستن مثل پاکستان، افغانستان، میزان زاد و ولد رو بسیار بالا میبینین و کشورهای توسعه نیافته معمولا روش پیشگیری از بارداری و کنترل جمعیت و به اصطلاح تنظیم خانواده رو کمتر در اختیار مردم هست یا کمتر استفاده میکنن. بعد در ششمین عامل درصد زنان بارداری که ایمن شدن از نظر مثلا واکسن های مثل کزاز و سرخچو، اینا که در جوامع پیشرفته تر این واکسیناسیون ها رو به ویژه برای مادران باردار خیلی به دقت انجام میدن. هفتمینش باز درصد زایمان های انجام شده تحت مراقبت کادر بهداشتی است. برای همین شما در کشورهای عقب مانده تر و یا کمتر توسعه یافته مثلا مثل هندوستان که خیلی به هر حال دسترسی امکانات بهداشتی و درمانی و پزشکی برای مردم کمه، برای 1 میلیارد آدم، میزان مرگ و میرهای دوران حاملگی، بارداری و زایمان خیلی بالاست. بنابراین به خاطر اینکه زنان دسترسی ندارن به مؤسسات درمانی، بیمارستانی، بهداشتی، پزشکی، مامایی و از این حرفا، و زایمان های خیلی پرخطری دارن برای که امکاناتی ندارن. برای همینم میبینید مثلا در ایالت آسام در هندوستان از هر 4 تا زن یکیش توی پروسه حاملگی تا زایمان یا تا یه مدت کوتاه پس از زایمان اینها مرگ و میرشون خیلی بالا هست، یکی از هر 4 زایمان میمیره. بعدیش در واقع درصد مرگ و میر دختران در جوامع توسعه نیافته و دختران مبتلا به سوء تغذیه درصدشون خیلی زیاده، و هرچی جوامع توسعه یافته تر باشن به خاطر که همیشه دختران معمولا از پسرها در جوامع عقب مانده و توسعه نیافته کمتر بهشون توجه میشه، رستگی میشه، غذا بهشون میدن و اینا، بیشتر دچار سوء تغذیه هستن. و میزان بروز بیماری های مقاربتی مثل ایدز و امثال هم در جوامع توسعه نیافته خب خیلی بالاتره. خب دلیلش هم مشخصه که اینا دسترسی به امکانات بهداشتی و مراقبت های بهداشتی و روش جلوگیری حرفا کمتر دارن. و بعد درصد جمعیت دسترسی به آب آشامیدنی سالم هست که ما میدونیم در جوامع توسعه یافته مردم همه دسترسی دارن به آب آشامیدنی سالم، ولی در جوامع توسعه نیافته که توسعه اجتماعی کمی دارن آب آشامیدنی نیست یا خیلی کمه، آب آشامیدنی منظورم بهداشتی. و آخرینش میزان کنترل سل و مالاریاست در جامعه، که در جوامع توسعه نیافته سل و مالاریا مثلا در افغانستان، پاکستان یا کشور آفریقایی یا یه سری از کشورهایی که خیلی عقب مانده و توسعه نیافته هستن در این گوشه و اون گوشه جهان، اینها سل و مالاریا توشون بیشتره. بعد میرسیم به قضیه در واقع سومین فاکتور میشه گفت توسعه اجتماعی که اشتغال و توانمندسازی زنان هست. میدونیم که میزان اشتغال زنان و میزان در واقع استقلالی که زنان دارن بر منابع اقتصادی و بازار و تجارت یکی از عوامل توسعه یافتگی یک جامعه است.
مثلا شبکه های بازرگانی زنان، اطلاعات مثلا اطلاعات و فناوری برای زنان و امثال هم، به ویژه برای زنهای کم درآمد اگر بیشتر باشه اون جامعه توسعه یافته تره. حذف مثلا جداسازی های شغلی و تبعیض در اشتغال و دستمزد در کشورهای توسعه یافته خیلی کمتره و در جوامع عقب مانده تر و توسعه نیافته تر خیلی زیاده. حمایت از ایجاد هماهنگی برای تقسیم مسئولیت های خانوادگی برای زنان و مردان از عواملی است که همیشه در کشورهای توسعه یافته بیشتره. مثلا زنان و مردان مسئولیت نگهداری از بچه ها یا اشتغال یا درآمد آوردن تو خونه یا کل مسائل زندگی رو با هم سعی میکنن قسمت بکنن، در حالی که در جوامع توسعه نیافته معمولا با از مالی مسائل اقتصادی خانه در دست مرده و زنان هم فقط بچه داری رو میکنن، مردان معمولا به بچه ها و خانواده نمیرسن، خدماتی ارائه نمیدن. چهارمی فاکتور توسعه اجتماعی که یکی از مهمترین قسمت ها هست برابری های جنسیتیه که مثلا زنان و مردان در برابر کار مساوی، حقوق مساوی بگیرن، امکانات مساوی داشته باشن برای تحصیلات، برای مشارکت اقتصادی، سیاسی و در پست های اجرایی مثلا پارلمانی و سرپرستی های گوناگون زنان بتونن حضور داشته باشن و عدم یعنی نابرابری وجود نداشته باشه براشون. اگه مثلا ما بخوایم از نظر شاخص‌های برابری جنسیتی کشورهای جهان رو بررسی بکنیم، می‌بینیم که کشورهای اسکاندیناوی یعنی نروژ و سوئد و فنلاند و آیسلند اینها بالای جدول توسعه اجتماعی جهان قرار دارن و بعد مثلا دانمارک و نیوزیلند و اینها هستن که هلند و دانمارک و نیوزیلند و اینا که تقریبا یه چیز حدود 82% حساب میشه. در ایران متاسفانه این رده بندی شاید باورتون نشه کمتر از 0.5%، یعنی از دست کشورهایی است که در واقع میشه گفت وضعیتش رتبه 123 این جدول جهانی رو داره. یعنی از نظر توسعه نیافتگی ایران یکی از کشورهای توسعه نیافته است که شاخص برابری جنسیتی اصلا توش خیلی اوضاعش خرابه، خلاصه خیلی در رده های پایین جدول وجود داره. و مثلا در افغانستان حتی یک کمی بالاتر از ایران بود، البته افغانستان قبل از این طالبان اخیراً مستولی شده بر اون کشور، تا همین قبل از طالبان وضعیت افغانستان حتی از این نظر از ایران یک کمی بهتر بود، یعنی محدودیت‌های قانونی دولتی واسش نبود، ولی در ایران همون تبعیض جنسیتی کاملا به صورت قانونمند و هدفمند از سوی دولت انجام میشه. بنابراین ما میبینیم که کشورهایی که وضعیت در واقع بالای 75% رو دارن، 75% رو دارن، کشورهایی که از نظر توسعه اجتماعی در سطح قابل قبولن، کشورهایی که زیر نیم هستن کشورهای غیر قابل قبولن و ما هم که خب میبینیم که دیگه وضعیتمون خیلی بده و به ویژه در کشورهای توسعه نیافته از بدتریناشون کشورهای خاورمیانه است، بعد آفریقا، بعد کشورهای آمریکای جنوبی. و این تبعیض‌هایی هم که در این کشورهایی که نام بردم وجود داره بین زنان و مردان، اول در بخش سیاسی است، دوم در بخش اقتصادی و سوم در بخش تحصیلی و آموزشی است. که خب این نشون میده دیگه چگونه کشورهای توسعه نیافته در این مسائل زنان رو عقب‌تر نگه می‌دارن و همین این اصلا یکی از مهمترین علل عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته است، برای که نیمی از جامعه رو عملا اینها فلج میکنن و این کشورها تا این نیمه فلج جامعه رو توانمند نکنن هیچ وقت نمیتونن به توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته دسترسی پیدا کنن یا حتی بهش نزدیک بشن. بنابراین مسائلی که در این مرتبه در این مورد وجود داره، یکی از مسائلی که به هر حال ما باید به عنوان در واقع راه حل ارائه بدیم برای توسعه اجتماعی و
توسعه نابرابر جنسیتی اینه که تبعیض ها رو در واقع باید علیه زنان این جور کشورهای توسعه نیافته یا در توسعه کمتر یافته بذارن کنار، و بعدا هم اینکه سوء مدیریت های سیاسی و اقتصادی اجتماعی رو که زنان رو عقب نگه میداره بذارن کنار، یعنی اول تبعیض رو بذارن کنار و سوء مدیریت ها رو برطرف بکنن که یکم بتونن بهتر اینها رشد بکنه، به صورت هماهنگ تر جامعهشون رشد بکنه. و در واقع میشه گفتش که یکی از مهمترین چیزها اینه که زنان این کشورها آگاهی رسانی بشن یا آموزش ببینن که بفهمن اصلا در واقع نابرابری جنسیتی چه تأثیرات مهمی در عدم توسعه اجتماعی و اقتصادی یک کشور داره. حالا اگر شما پرسشی دارید خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. برو آدرس، آیا تفکیک جنسیت در جامعه باعث ایجاد تشنج میشود یا خیر؟ بله بله، این یکی از نکات خیلی مهمی است که ما میبینیم تفکیک های جنسیتی، حالا چه از نظر حقوق شهروندی باشه چه از نظر افکار عمومی، در جامعه امروزی در جهان امروز کاملا غیر قابل پذیرشه. در واقع میشه بگیم که نخستین چیزی که در یک جامعه ایجاد تشنج میکنه اینه که ما یک بخش مهمی از جامعه رو در واقع جدا میکنیم از همه پیکره اجتماع که اون زنان هستن. اگه شما مثلا فقط به 35 سال 40 مثلا 40 سال 45 سال پیش ایران نگاه کنید، که موقعی که دخترها و پسرها از کودکستان پلو هم میشستن، با هم مدرسه میرفتن، با هم درس میخوندن، با هم ورزش میکردن، با هم فعالیت های گروهی رو انجام میدادن، اردوهای مختلف، پیشاهنگی و فعالیت های اینچنینی برای بچه های ایران وجود داشت، متوجه میشدین که هیچ نوع ذهنیت منفی و گمراه کننده ای در جامعه وجود نداشت. یعنی اینقدر نگاه جامعه و احساس جامعه به زن و مرد، دختر و پسر برابر بود و اینقدر متعادل بود که اصلا مردم گاهی اوقات اصلا فکر نمی کردن مثلا در یک کلاس مدرسه که نشستن هم کلاسی بغلیشون دختره یا پسره اصلا اهمیتی نداشت، چون در تمام فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی، نمیدونم فعالیت‌های گوناگونی که مثلا در اجتماع، در مدرسه، در دانشگاه باهاش درگیر بودن و شرکت می‌کردن، همش با هم مشترک بود و همه در همه این فعالیت‌ها بودن. در نتیجه کسی براش یه علامت سوال بزرگ نبود اون جنس مخالف، و نتایج خیلی مثبتی هم داشت برای اینکه انرژی های جامعه صرف سازندگی میشد به جای اینکه ذهن درگیر مسائل خیلی پیش و پا افتاده و بیسیک به اصطلاح از زندگی باشه. این جدا سازی های جنسیتی از مهمترین مشکلاتی که ایجاد میکنه، نتایج منفی که داره، یکیش پنهانکاریه که در جامعه ایجاد میکنه، برای اینکه انسان‌ها به طور طبیعی یک کنجکاوی دارن نسبت به اینکه خب مثلا من اینجوری فکر میکنم، حالا یک آدم از یک جنس مخالف من چجوری فکر میکنه، من اینجوری عمل میکنم، اون چجوری در همچین موقعیتی عمل میکنه. این کنجکاوی شناخت کسی دیگری غیر از خودتون، یک جنس دیگری غیر از خودتون، به شما این توانایی رو میده که تجزیه و تحلیل کنید انسانها رو، بتونید رابطه پایدار با انسان‌های دیگه از جنس مخالف بسازید. یعنی براتون اینقدر یه جنس مخالف یک موجود عجیب و غریبی در واقع نباشه. پنهانکاری از نخستین چیزهایی است که در جوامع با تفکیک جنسیتی ایجاد میشه، که به خصوص ما در کشور اسلامی زیاد میبینیم. همه کاری میکنن ولی همه کاری پنهانکی، پارتی دارن، رقص دارن، مجالس مختلط دارن، بیهجابی دارن، نمیدونم هر کاری که شما فکر میکنین دوست دختر و پسر وجود داره، ولی همه اینا به صورت پنهانکاری و یواشکی معمولا در جوامعی که تفکیک جنسیتی توش هست انجام میگیره.
دومی که اصلا دوگانگی شخصیت ایجاد میکنه این تفکیک های جنسیتی، یعنی افراد سعی میکنن که دروغ بگن یا یه جوری رفتار کنن، یک جور دیگه وانمود کنن، یا یک جوری دیگه در خونه باشن، یک جور دیگه در بیرون باشن، و این خودش موجب دوگانگی شخصیت مردم اون کشور میشه به طور کلی. یعنی از این موضوع شروع میشه ولی در تمام جامعه، در همه بخش‌ها این دوگانگی شخصیت اون وقت به چشم خواهد خورد. از سوی دیگه رفتارهای خارج از عرف در جوامعی که تفکیک جنسیتی وجود داره بیشتره. علت این که در جوامع مثلا اسلامی مردم بیشتر مثلا چشم چرونی میکنن، بیشتر متلک میگن، بیشتر مزاحمت برای جنس مخالف ایجاد میکنن، این رفتارهای خارج از عرف یا کلام و واژه‌های زشت استفاده میکنن در باره جنس مخالف، اینا همش نتایج اون جدا کردن یا تفکیک جنسیتیه که نسل جوان رو به اصطلاح مشکلات اینچنینی براش ایجاد میکنه. از سوی دیگه اون حس امنیت و آرامش در جامعه از بین میره، برای که حریم خصوصی مردم در جوامعی که تفکیک جنسیتی صورت میگیره مورد تجاوز دولته، موجب تجاوز قوانین اجتماعیه. من اگه مثلا دوست دارم برم یه جای پیاده روی، حالا مثلا با حالا هر کی، همسرم، برادرم، کسی مثلا دوست پسر داری یا هر چیزی، دوست دختر داری یا هر چیزی، هنگامی که شما مرتب دولت در حال تعقیب و تعاقب شماست و میخواد شما رو بگیره، اصلا انگار حریم شخصی، حریم خصوصی، آرامش روانی شما رو میگیره ازتون. و جامعه‌ای که دائم دچار عدم امنیت روانی است، از نظر ساده ترین روابط انسانی زندگی اجتماعیش، خب این موجب میشه که جامعه مرتب دچار تشنج باشه، چون انسان ها دائم دچار هول و ولا و تشنج هستند. و اینها پایه های در واقع اخلاق و عرف جامعه رو میلرزونه، زیر سوال میبره، چون شما هر چیو که ازتون میگیرن برای که روند عادی زندگی، مثل که به شما بگن از فردا شما غذا نمیتونی بخوری، مثل ما رمضون که اینا اجازه نمیدن مردم بیرون غذا بخورن، همه دارن یواشکی غذا میخورن، آخه غذا خوردن چه چیز پنهان کاری داره؟ ولی وقتی که قانون میشه که اگه شما غذا بخورین بیرون شلاقتون میزنین، خب میبینی مردم دارن یواشکی آب میخورن، یواشکی غذا میخورن، و مردم یه جوری انگار همش دائم دچار ترس و هول و وحشت هستن. و خب اینا میبینین که اخلاق و اتیک و عرف جامعه رو خیلی خراب میکنه. جالبه که مثلا یکی از اعضای شورای شهر تهران یه بار برگشته بود، یه خانومی هم بود، برگشته بود صراحتا اعلام کرده بود من با این طرح جداسازی به اصطلاح جامعه، مثل اون پارکایی که جدا می ساختن، پارکای زنان، نمیدونم یه مدت می گفتن خیابونا رو جدا کنیم، اینو جدا کنیم، اونو جدا کنیم، دانشگاه ها رو جدا کنیم، نمیدونم همونجور که مدرسه ها رو جدا کردن، مسجد ها رو جدا می کنن، یا همه جا هر جایی که شما میرین حتی بخش های بیمارستانی رو جدا می کنن، و همه اینها اینا امثال این زنان هستن که خودشون مثلا عضو شورای شهرن و قاعدتا باید دنبال برابری زنان و مردان باشن یا دنبال حقوق زنان باشن، ولی میبینید که خود اینها متاسفانه یکی از حامیان این طرحهای جداسازی هستن. در واقع باید از این همچین خانومی بپرسن که خب شما خودتون در محل کارتون تفکیک جنسیتی رو داری رعایت میکنین، پس شما اصلا موقعی تصمیم گیری برای حل معضلات شهری نبایدن بیای بشینی سر میز با آقایون دیگه‌ای که اونجا دارن برای عضو شورای شهرن و معضلات شهر رو تصمیم گیری میکنن، شما اصلا خودتون سر اون میز چیکار میکنیم با اون آقایون؟ اگه قرار بشه که تفکیک جنسیتی انجام شه، پس اصلا شما هم نباید اصلا تو شورای شهر باشه، باید یه شورای شهر زنانه درست کنن، یه شورای شهر مردانه. یعنی منظورم اینه که در این حد اینجور قوانین و این سیستم هایی که در جامعه میذارن مسخره است. مثلا شما خودتون احتمالاً بارها در ایران سوار اتوبوس و مترو و این حرفا شدین، دیدین حتی طرحهای جدا سازی رو تو تمام اینها دارن انجام میدن، واگن زنونه، واگن مردونه، نمیدونم جلوی مثلا اتوبوس آقایون رو میشونن، اون ته اتوبوس خانوما رو میشونن، بعضی حرفا. و اینا خب علاوه بر این مشکلات دست و پاگیر و نابخردانه ای که برای جامعه ایجاد میکنه، از روحی و جسمی غیر متعارفن و
جامعه رو در واقع متشنج میکنن تمام اینها. اگه پرسشی داریم میتونیم بفرمایید. البته برای آرتمیس همین الان هم ما داریم میبینیم ذهن مردم رو، زنان ما رو به جای اینکه آگاه کنن و به سمت سوی ببرن که فکر کنن به اینکه واقعا از زندگی چی میخوان و چه هدفی رو باید دنبال کنن تا به آزادی واقعی برسن و به آزادی میهنمون برسن، ذهنها رو دارن درگیر مسائل سالها سرگیر آزادی های یواشکی کردن. مثلا یه مسئله که مثلا حق شهروندیه تمام زنان ایران باید داشته باشن به عنوان انسان، به عنوان بشر رو میان میکنن یک توبو که مثلا آی جوسری رو امروز برداریم، چادر رو موری کش میده. ببین چیزایی که واقعا خب اینا هم از اوزافکر جمهورستان میاد. بعد ما اگر حرف بزنیم میگم شما داریم اینجای تفرقه اجازه تفرقه میکنین و حرف نزنین و بذارین اتحاد شکل بگیره. ولی ببینید وقتی این مسئله در موردش صحبت میشه قشنگ برای ما روشن میشه که پس اینها هم چیزهاییه که دارن ذهنهای زنان و دخترهای ما رو درگیرش میکنن که مثلا تنها چیزی که الان دغدغش باشه حجابه. اوکی اون یه چیزی که فردا که کشور ما آزاد بشه اصلا مسئله نیست که بخواد بشه، چون حق هر زن، هر مرد، هر شهروندیه که نوع پوشش رو خودش انتخاب کنه یا اصلا چجوری بخواد زندگی کنه در صورت با قانون رو خودش انتخاب. البته نه قانون شریعت و قانون جمهوری اسلامی که بر یعنی کلن بر خلاف مدنیته و هر چیزی که باعث بشه تو پیشرفت بکنیم جامعه رو حرام اصلا میدونن و جرم باعث شکنجه و آزار و زندانی شدن و هزاری بدبختی تو مملکت میشه. نه اون قانون جمهوری اسلامی، قانونی که در چارچوب قانون قوانین بین المللی و حقوق بشری باشه، نه قوانین جمهوری اسلامی اصل هجر. چیزایی که امروز ما داریم میبینیم واقعا کسایی که ما به عنوان فعال حقوق بشر یا به عنوان فعال حقوق زنان یا فعال حقوق کودکان دارن در کشورهای دیگه مثلا صدای من زن ایرانی هستن، خودشون رو صدای ما میدونن، دارن چیزهایی رو تبلیغ میکنن برای زن ایرانی که واقعا اصلا اگر حکومت جمهوری اسلامی فردا نباشه اینا اصلا دغدغه زن ایرانی هست. کاملا درست میگین. اتفاقا بانو افسانه من فکر میکنم که همین طرحهای جداسازی رو که مرتب این گوشه اون گوشه ما هر چند وقتی یک بار میشنویم یک قسمت دیگه ایش رو اجرا میکنن، مثل همین که اگه یادتون باشه دو سه سال پیش تصویب کردن که تمام منشیهای ادارات دولتی و نمیدونم دفترداران و بایگانی و این و اون و همه اینا رو از خانومها خالی کنن و آقایون رو جایگزینش کنن، مثلا در شهرداری، اداره آب و برق، نمیدونم در همه جا. این یکی از مهمترین حیله هایی است که دولت داره میزنه برای به حاشیه روندن در واقع زنان. یعنی یه مقدار از این طرحایی که به قالب طرح تفکیک یا جداسازی اینا تصویب میکنن به نوعی به حاشیه روندن زنان و بیکار کردن زنان و تو خونه نشوندن زنان رو داره دنبال میکنه و مثلا همین امر موجب میشه که اصلا توانایی های زنان، این همه زن تحصیل کرده که تو اجتماع هست، این همه زن توانمندی که تو اجتماع هست، اینا هیچ کدوم از توانمندی هاشون جامعه دیگه نتونه استفاده کنه، چون عملا در قالب طرحهای جداسازی اینا رو همش دارن میرونن به عقب و تو پستوها و دورشون میکنن از محیط هایی که اینا بتونن توش رشد کنن، پیشرفت کنن، برن مدارج بالاتر رو طی کنن. و از طرف دیگه همه این تنگناهایی که دولت داره برای استخدام زنان میذاره یه جورایی موجب میشه حتی بخش هایی که نیمه دولتی هستن، یعنی خصوصی هم ولی دارن با دولت کار میکنن، هم به خاطر این قوانین دست و پاگیری که دولت میذاره یواش یواش بیرغبت بشن به کار کردن با خانوم ها و استخدام دختران و زنانی که مثلا از دانشگاه ها در میان و میخوان به بازار کار بپیوندن. حتی اینا دیگه با اکراه سعی میکنن به خاطر اون قوانین دست و پاگیری که دولت میذاره سعی میکنن اینا زنان رو استخدام نکنن، در حالی که ایران جزو کنوانسیون بین المللی کار هست، در جهان عضو این کنوانسیون بین المللیه و این کنوانسیون بین المللی کار یکی از مهمترین اصولش اینه که هیچ گونه تبعیض شغلی نباید بین زنان و مردان باشه. یعنی اصلا مسئله حجاب و اینا هم شما اصلا بذارید کنار،
ما به خاطر اینکه توی کنوانسیون بین المللی کار عضو هستیم، خب از زمان محمد رضا شاه آریامهر ما واقعا خدا بیامرز ما هم جز همه این کنوانسیون های بین المللی حقوق زنان، حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق خانواده، این اون محیط زیست، همه اینا ما بودیم و هنوز هم هستیم، عضویت همون که برقرار لغو نشده، ولی دقیقا دارن با این کارهایی که میکنن اون تبعیضهای شغلی و اون تبعیض دستمزد و تبعیض رسیدن به مدارج بالاتر رو کاملا در جمهوری اسلامی 44 ساله انجام دادن. و عملا شما هر وقت که دیگه وارد وزارتخونه های مهم یا سازمان های دولتی میشید، تقریبا دیگه تک و توکی زنان رو در جایی اصلا در پست های بالا که اصلا به ندرت خواهید دید، ولی همین پست های پایین تر و معمولی تر هم تک و توکی دیگه زنان رو جلوی دید میبینید. یعنی ممکنم هست اگر 4 تا زن هستن بردن مثلا نشوندن تو بایگانی یا تو اتاق کامپیوتر یا اون پشتای جاهای اینا رو نشوندن که اصلا به چشم حتی نیان. ولی حالا بانو افسانه، من درباره عوارضی که در واقع اینجور جداسازی ها و اینجور تبعیضایی که در جامعه جداسازی های جنسیتی و تبعیضای جنسیتی که اینا میذارن بخوام صحبت بکنم. ببینیم مهمترینش اینه، جامعه‌ای که زنان و مردانش از کودکی نیاموزن که باید در کنار هم زندگی کنن، کار کنن، مشارکت بکنن، در دراز مدت این اتحاد ملی از بین میره. برای اینکه یک کشور از زن و مرد ساخته میشه، زنان و مردان با هم کشورها رو میسازن، با هم تلاش و کوشش میکنن و این موجب میشه که در دراز مدت جامعه ما یاد نمیگیره چگونه زن و مرد باید در ساخت و ساز، در آباد کردن، در پیشبرد جامعه با هم همکاری کنن. از طرف دیگه یاد نمیگیرن که نیروی کار مساوی یعنی چی، نیروی کاری که برابر زن و مرد در اون باشه یاد نمیگیرن تو محیطای کاری. و بعدم به خاطر عدم حضور زنان در جامعه در بخش‌های مختلف جامعه، شما انواع بحران‌های روابط اجتماعی، روحی، فکری و روابط خانوادگی رو تو این جوامع می‌بینید. برای که مردان و زنان نیاموختن با هم دیگه فعالیت کنن، در کنار هم زندگی کنن، از کودکستان، از بچگی با هم همه جا برن تا پایان عمر. شما باید بتونید بپذیرید در یک جامعه همون اندازه که من مرد هستم، همون اندازه هم این زن باید وجود داشته باشه، همون اندازه هم این حق داره، همون اندازه هم این باید حقوق بگیره، همون اندازه هم این باید مدیر باشه. چرا مدیر من در یک جامعه یه زن نباشه؟ چرا رئیسم زن نباشه؟ اینا رو یاد نمیگیرن در جوامعی که تفکیک و تبعیض جنسیتی در اون وجود داره. و از طرف دیگه مدام افکار مرد سالارانه و زن ستیز در این گونه جوامع رشد میکنه. برای همینه که میبینید خشونت علیه زنان در جوامعی که تفکیک جنسیتی توش هست به مراتب بیشتره. این اتفاقایی که تو ایران میفته، سر هم مردم سر زنشون یا سر دخترشون یا سر خواهرشون رو میبرن یا میکشنش یا دارش میزنن یا میسوزوننش یا روش اسید میپاشن، اینا به خاطر اینه که جوامعی که تفکیک جنسیتی توش انجام میشه، روز به روز مردان مرد سالارتر و خشنتر و در واقع متجاوزتر میشن به زنان. یعنی بد رفتاری بیشتر میشه در این گونه جوامع. و از طرف دیگه هم هیچ وقت مردان نمی آموزن که باید به زن ارج و احترام بذارن، باهاش وارد دیالوگ سازنده بشن یا مشکلات محیط کارشون یا مشکلات زندگیشون رو بتونن با تفاهم و صحبت و همیاری هم حل کنن. و تمام اینا موجب میشه جامعه ای که زنانش رو این گونه به عقب میرونه، جامعه‌ای که زنانش رو اینگونه فلج میکنه، بار اجتماع دو برابر روی دوش مردان اون جامعه خواهد افتاد. چون شما عملا جامعه‌ای که خب نمیتونه نچرخه، ولی وقتی که شما یه چرخش رو از زیرش میکشین بیرون، خب اون جامعه باید با چه بدبختی روی یه چرخ فقط به چرخه بره جلو، دو برابر وزن میاد روی اون یه چرخ باقی مانده. و برای همینم این مردم متوجه نیستن جامعه‌ای که زن رو حس میکنن، زن رو کنار میزنن، زن رو عقب میرونن،
خودشون هستن که داغون میشن، خودشون فشار بیشتر و خودشون در واقع درگیری های بیشتر و مسئولیت های بیشتر و در واقع سختی های بیشتری میکشن. و از سوی دیگه یادمون نره جامعه‌ای که زنان نیرومند نداره فرزندان نیرومندی تحویل نخواهد داد، فرزندان دلاور تحویل نخواهد داد و نسل آینده ما تبدیل به یه نسل تو سری خور و در واقع بی‌اعتماد به نفس و بزدلی میشه، چون اون زنه که روح رشادت و روح شهامت و روح توانایی رو در بچه خودش از همون گام‌های نخست که بچه رو دستش رو میگیره قدم به قدم راش میخواد ببره، از اون بیس جامعه، از اون بیس تربیت هست که زنان فرزندان و نسل آینده رو تربیت میکنن. و زنانی که خودشون ضعیف باشن مثل افغانستان، ببینید چه مردانی تحویل دادن که بلافاصله که طالبان حمله کرد همشون، اون همه مردی که 20 سال خرج ارتش شده بود و خرج آموزش و پرورش و سلاح و لباس و خورد و خوراک اون ارتش شده بود، بلافاصله با اولین حمله این طالبان اسلحه ها رو گذاشتن زمین، یک مش مرد بزدل و همه فرار کردن و همه تسلیم شدن. میدونی اون به خاطر چیه؟ به خاطر زنان تو سریخور و زنان مظلوم و زنان ناتوان نگه داشته شده افغانستانه که اون فرزندان رو نمیتونن دیگه دلاور و نیرومند و با رشادت و با شهامت بار بیارن. بانو آرتمیس، ما توی کشور نرمال، کشور خود زندگی نمیتونم، ما حکومتی که الان برای کشور ما حاکمه زن سیده و اصلا میخواد برنامه ریزی شده زن رو ضعیف نگه میداره و زنان ما رو سعی میکنه اگه نتونه به پستو برونه به اون شکلی که زمان قاجار بوده از فکری برمیگرده و عقب. و اگه نه ما زنان توانمند بسیار زیاد، من یکی از دوستان هستن که جدیدن با جنبش کار میکنه به چند وقتی هستش، داستانهای از شاهنامه و حالا تحقیقاتی که میکنیم میریم من امتیه پارتو برام پرسه که من کیف کردم بودم ببین چقدر تو قلم و خوبی داری و چقدر قشنگ در مورد تاریخ بنویسی، در مورد جشنهای ایرانی بنویسی. و بقیه زنهای کافه من زنهای زیادی رو میشه خیلی توانمند هستن اما اعتماد به نفس ندارن. این اعتماد به نفس رو در طول این سالها از زن ایرانی گرفتن. منطقه ما الان میبینیم، همه ما میدونیم، مردم ما قامه دیگه میدونن که جمهوری اسلامی اصلا اومده بی ایران رو کلن کتیک کنه، مردم رو نابود کنه به هر شکلی که میدونه. این ما خودمون هست، مردان و خودمون، زنان خودمون باید پشت هم باشیم و به هم مرتب یاد کمک کنیم و یادآوری کنیم بابا ما که حکومت ایرانی الان نداریم، در حال یه حکومت بیگانه است که واقعا کوچکترین ثابت کردن کوچکترین دلبستگی نه به خاک ایران دارن و نه کوچکترین احساس مسئولیت در قبال این ملت دارن. خودمون باید به خودمون کمک کنیم. وقتی برادر من، پدر من میبینه که من چقدر از روی بیروانی داغونم و واقعا دچار بدجنسی شدم و اینقدر سرکوب شدم، اینقدر تحقیر شدم و حتی نمیدونیم از کجا داریم میخوریم، از کدوم سمت دارن ما رو به این سمت و سو میبرن که هم بدجنس شدیم، هم خال زنکی نمیدونم، دوست نداریم یه زن دیگه پیشرفت کنه، دوست نداریم. ما خیلی داریم تو جامعه زنان از این مسائل رو. خب برادر من، پدر من، همه ما ها یا یک زنی که آگاه‌تره باید کمک کنه به هم بگید بابا مشکل ما خود این نیست که الان داریم می‌بینیم، مشکل ما حکومت ما، گول مسائل حاشیه‌ای و یواشکی‌ها رو نخوریم، دنبال واقعیت باشیم تو بدونیم از کجا داریم می‌خوریم، جامعه ما از کدوم سمت داره آسیب می‌بینه، چه کسانی دارن کمک می‌کنن با یه سری تغییرات کوچولو در نگه داشتن جمهوری اسلامی، حالا جمهوری به شکل دیگر. این چیزاییه که ما باید مرتب با خودمون به هم دیگه یادآوری کنیم، به زنانی که میشناسیم و مردایی که کنار ما هستن بهمون کمک کنن که بتونیم جامعهمون رو اگه تونستیم از دست اینها نجات بدیم. زن ایرانی هم میتونه دوباره توانمند بشه، زن ایرانی میتونه مادر نمونه بشه، میتونه فرزندان توانمند و میهن پرست پرورش بده. همه درد ما از حکومت جمهوری اسلامی البته در حال حاضر و از رسوبات اسلامی هستش که 1400 اندی ساله بر روح و جان ما نشسته. اینا همه نیاز به آگاهی داره و همچنان تاکید کنم آگاهی و آگاهی و آگاهی تنها راه نجات ماست که
کاری که الان جنبش رنسانس ایران سالهاست داره انجام میده. امیدوارم دوستانی که این برنامه ها رو میبینن حتی اگر تعداد الان اندک باشه سعی کنن در پخش و گسترش این برنامه ها به زبان بسیار ساده و جوری تمام هر کسی که این ویدیو ها رو ببینه میتونه متوجه بشه. داریم صحبت میکنیم با زحمت کشه هر هفته در این برنامه شرکت کنه جنبش رنسانس ایرانی خیلی تلاش میکنه که بتونه آگاهی رسانی کنه در جامعه، چیزی که ما شدیداً بهش احتیاج داریم، چیزی که شدیداً جمهوری اسلامی مخالفش هست. جمهوری اسلامی رو اگه میخواین از پا در بیارید سعی کنید دنبال هویت و فرهنگ ایرانی خودمون برید و مطالعه کنیم و به همدیگه یاری برسانیم برای اینکه بیشتر بدونیم و برگردیم به قبل از 1400. باور کنید فقط 43 سال قبل نه، ما تا زمانی که بر نگریم به قبل از اسلام، حتی اگر حکومت جمهوری اسلامی از پا در بیاد و عوض میشه، اگر افکارمون افکار ایرانی نباشه دوباره بعدها همونطوری که شاهنشاه آریامهر و رضا شاه بزرگ اون همه تلاش کردن و ایران رو از اون بحثی که اون لجنزاری که قاجار برای ما درست کردن نجات دادن، ولی چی شد که بعدش رسوبات اسلامی در مثلا روشن فکر در ذهن و فکر روشن فکرای ما بودن، مثلا که البته من هرگز اونا روشن فکر نمیگم، ایران میران کنایی که تمام تلاش رو کردن که دوباره ما رو به حکومت حالا هر عواملی که بوده برگردن به این وضعیت که به نظر من 1400 سال قبل هم عقب کردن و ما نمیدونیم به کجا ما رفت، به کجا ما رو پرتاب کردن که به خودمون نمیاییم. تنها راه ما بالو آرتومیست نجات که تنها راه نجات ایران به غیر از جمهوری اسلامی برگشتن به هم فرهنگ اصالت و تمدن خودمون هستش و پاک کردن آثار دین اسلام از همه زوایای زندگی ما و کشورمون تا بتونیم دوباره معنی سازندگی و همیاری رو بین مردممون دوباره رواج بدیم. اگر صحبتی درسته. کاملا درسته. ما یادمون باشه که در واقع هر گونه این گونه تبعیض هایی که در ایران و در کشورهای اسلامی همواره نابرابری هایی که بین زن و مرد هست داره خیلی از زنان در واقع در هم شکسته، زنان بی اعتماد به نفس، زنان ناتوان، زنانی که واقعا ترور شخصیتی شدن، ترور اجتماعی شدن و اصلا نمیتونن، انگار نمیدونن دیگه واقعا باید چی کار کنن. خیلی از این زنان، یک دسته بزرگی از این زنان در تمام کشورهای اسلامی متاسفانه در اثر همین گونه تبعیض‌های جنسیتی که زیر لوای حکومت‌های اسلامی همه جا وجود داره واقعا زندگی دارن میکنن و خود این جوامع به خاطر این خیلی زنان در هم شکسته و ویران شده و ضعیف نگه داشته شده همواره کشورهای ضعیف‌تری خواهند مون. همونها خودشون هیچ وقت نمیتونن توسعه پیدا کنن، نمیتونن به توانمندی‌های کامل یک جامعه دست پیدا کنن به خاطر اینکه بخش بسیار مؤثر جامعه رو کنار میذارن یا عقب میرونن و اینو خودشون متوجه نیستن که نسل پس از نسل داره این اتفاق در کشورشون تکرار میشه و یک جایی باید این زنجیره معیوب در واقع این نابرابری بین افراد مختلف یک جامعه، حالا زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، نمیدونم کودک و بزرگ، نمیدونم پیر و جوان، همه اینها این گونه نابرابری هایی که در جوامع توسعه نیافته است، اگر اینها رو نتونین بشکنین، نتونین متوقف بکنید، هرگز این روند عدم توسعه یا دست و پا زدن برای رسیدن به توسعه و نرسیدن در واقع به اون توسعه مد نظر هرگز متوقف نمیشه و برای جامعه ما، ما به عنوان ایرانیانی که خودمون و نگاهمون و جهانبینیمون انقدر کامل و انقدر مترقی و پیشرو بوده از هزاران سال پیش که هیچ کدوم این مسائلی که امروز برای جهان حتی مسئله است و تازه امروز دارن حلش میکنن در کشور ما هرگز مسئله به صورت مسئله و مشکل وجود نداشته، بلکه اصلا ما هیچ کدوم این مسائل حول محور فکریمون هم نبوده، نه این تبعیض ها، نه این تفاوت ها، نه این نابرابری ها.
برای همین اینی که ما اینقدر اصرار داریم احیای هویت ایرانی یا فرهنگ ایرانی، بازگشت به نمیدونم عهد باستان و 5000 سال پیش 3000 سال پیش یا مانند اون زمان زندگی کردن نیست، بلکه اون ارزش ها و اون جهان بینی رو به امروز ایرانمون آوردن و این گرد و غبار در واقع پوشانده شده روی فرهنگ ایرانی رو کنار زدن و دوباره زیبایی های این فرهنگ رو اول به مردم کشورمون، دوم به حوزه بزرگ تمدن ایران و سوم از اون به جهانیان بتونیم نشون بدیم که ما با چه پشتوانه بزرگ اندیشه و فرهنگ و منشی وارد این جهان شدیم و میتونیم چه اندازه تاثیرگذار باشیم روی سایر نقاط جهان. سپاس از شما. سپاس از شما بانو آرتیس عزیز. بسیار من خودم لذت بردم. امیدوارم که بازم تاکید کنم دوستان در به اشتراک گذاشتن این ویدیوها به ما حتما یاری برسونن و بتونیم این صحبت ها رو و این گونه ویدیوها رو در بین مردم کشورمون حداقل، بازم میگم چون این ویدیوها بالاخره هستن، پیلی ها هستن که در مورد تاریخ فرهنگ صحبت میکنن، اما این ویدیوها چون بسیار صمیمانه و خیلی ساده بیان میشه، گفتگوها بسیار دوستانه هستش، بهتر میتونه تاثیر گذاره. خانم آرتمیس عزیز بسیار سپاسگزارم از حضور دوبارتون. امیدوارم در هفته آینده باز شما رو داشته باشیم. سپاس از شما. سپاس از شما بانو افسانه گرامی، پاینده ایران و بدرود.